Hello everybody, I hope you are feeling great. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر اولین بار ویدیوی من رو میبینید، من حسین نظری هستم و اگر به زبان انگلیسی علاقه دارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش رو هم روشن کنید. در این آموزش میخواییم 10 اصطلاح کاربردی و بسیار معروف و البته خیلی هم آسون رو با هم دیگه یاد بگیریم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. idioms یا همون اصطلاحات یکی از قسمت‌های بسیار مهم زبان هستش و هر کسی که میخواد روان و البته یکم جذاب صحبت کنه باید اصطلاحات رو یاد بگیره. اگر شما هم میخواید به انگلیسیتون یک مزه خاصی بدید، پس با هم دیگه این اصطلاحات رو یاد بگیریم. انگلیسی زبان‌ها در ارتباط‌های روزمره خودشون و مکالماتشون از اصطلاحات خیلی زیادی استفاده می‌کنن. و اگر علاقه من به فیلم باشید، حتما اصطلاحات خیلی زیادی رو داخل فیلم ها میبینید. نکته بسیار مهمی که در مورد اصطلاحات یا همون idioms هستش اینه که معنای خود idiom با کلماتی که اون رو درست میکنن خیلی فرق داره. و از معنی ظاهر تک تک کلمات نمیشه کل معنای idiom رو حد زد. اصطلاح شماره 1: Pull strings، یعنی پارت بازی کردن. Jack always pulls strings to make his work done. Jack همیشه برای انجام کارش پارت بازی میکنه. Board knows I pull strings for patient. Board knows I pull strings for patient. And yes, I had to pull some strings. اصطلاح شماره 2: Drive somebody crazy. یعنی اعصاب کسی رو خراب کردن، دیوونه کردن. For example, my friend always keeps calling me when I'm at work. He drives me crazy. یعنی دوستم همیشه وقتی که سر کارم بهم زنگ میزنه و اعصاب منو خراب میکنه. Idiom number 3. اصطلاح شماره 3. Hit the sack. یعنی خوابیدن. به عنوان مثال، It's too late. Let's hit the sack. یعنی خیلی دیر وقته، بریم بخوابیم. اصطلاح شماره 4: Mind your own business. یعنی سرت به کار خودت باشه. وقتی کسی هی زیادی از ما سوال میپرسه و میخواد اطلاعاتی که لازم نیست بدونه رو بدونه، ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. Mind your own business، یعنی سرت به کار خودت باشه. For example, Hey, where are you going? داری کجا میری؟ اون یکی میگه Hey, mind your own business. یعنی سرت به کار خودت باشه. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. اصطلاح شماره 5: Can't take a joke. وقتی کسی جنبه کاری رو نداره از این اصطلاح استفاده میکنیم. Hey, can't you take a joke? هی جنبه نداری؟ I was just kidding, but he can't take a joke. فقط داشتم شوخی میکردم ولی جنبه این کار رو نداره. What's the matter with you? Can't you take a joke? What's the matter with you? Can't you take a joke? You can't take a joke? اصطلاح شماره 6: Cut it out. Cut it out. یعنی دیگه ببر. بسه. وقتی کسی اضافه حرف میزنه و اعصاب ما رو خراب میکنه میتونیم بگیم Hey, cut it out. یا وقتی که میخواییم بگیم یه کاری رو تمومش کن، یه بسته. Cut it out. اصطلاح شماره 7: Kick somebody out. یعنی اخراج کردن. به عنوان مثال، She was doing unusual things at work. So the boss kicked her out. یعنی داشت کارهای عجیبی سر کار انجام میداد و رئیس هم انداختش بیرون. You kicked me out. You kicked me out. اصطلاح شماره 8: Once in a blue moon. یعنی خیلی به ندرت. به عنوان مثال، I go to the movies once in a blue moon. یعنی خیلی به ندرت میرم سینما. Once in a blue moon. Just once in a blue moon. اصطلاح شماره 9: At the 11th hour. یعنی دقیقه 90. به عنوان مثال، I always do my homework at the 11th hour.
یعنی من همیشه تکالیفم رو دقیقه 90 انجام میدم، درست یه ساعت قبل کلاس. Good luck finding a second at the 11th hour. Good luck finding a second at the 11th hour. اصطلاح شماره 10. Out of the blue. یعنی ناگهانی. به عنوان مثال He left the party out of the blue. یعنی یه دفعه ای مهمونی رو ترک کرد. That was so out of the blue. That was so out of the blue. شما هم از این اصطلاحات استفاده کنید و در بخش کامنت برامون مثال‌های متنوعی ارسال کنید. خب این بود از ویدیوی امروزمون در مورد اصطلاحات Part 1 قسمت اولش. اگر این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید و حتما چنل ما رو هم سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی دیگه Peace out.